سلام دوستای عزیزم، بریم که با هم یه برگر لقمه سه سوته فوق‌العاده ساده و خوشمزه درست کنیم با نون خمیر ترش که مطمئنم توی دنیا رقیب نداره. فوق‌العاده نرم و خوشبافت و خوشتم و سلامت. نون لقمه یه بی نظیر خمیر ترشمون رو که دستورش رو تو ویدیوی بعدی براتون میذارم، وقتی از فر در آوردیم همینطور داغ داغ کرمالی میکنیم تا نرم تر بشه و عطر و طعمش فوق‌العاده تر بشه و به این بافت و کیفیت بی نظیر نون خمیر ترش برسیم. دیگه نگم از عطر و طعمش براتون، با هر چیزی حتی برای صبحانه میتونه خوشمزه ترین نون دنیا باشه. برای درست کردن برگر فوق‌العاده خوشمزمون باید گوشت چرخ کرده رو طعم‌دار کنیم. روش مرینیت گوشت چرخ کرده برای 1 کیلو گوشت رو هم قبلا با هم انجام دادیم. شما هر مقدار گوشتی که در نظر گرفتید مواد مرینیت رو به اون نسبت کم و زیاد کنید. یکی از تاپینگای فوق‌العاده خوشمزه برای برگر پیاز کاراملیه که پیاز خلال شده رو تو مقدار کمی کره و روغن تفت میدیم و هر وقت دیدیم داره زیاد طلایی میشه 1 مقدار آب بهش اضافه میکنیم. اگر دوست داشتین در اواخر پخت 1 قاشق چای خوری شکر قهوه‌ای بهش اضافه کنید تا طعمش رو خیلی بهتر کنه. کاراملی کردن پیاز باید با دمای خیلی کم صورت بگیره تا پیاز حالت سرخ شده پیدا نکنه. وقتی به این مرحله طلایی و نرم و شفاف رسید، پیاز کاراملی حاضره. حالا گوشت مرینیت شدهمون رو که حداقل باید 1 ساعت داخل یخچال استراحت داده باشیم با کمی روغن تفت میدیم. وقتی آب گوشت کاملا کشیده شد، قارچهای ساتوری رو بهش اضافه میکنیم. برای اینکه قارچها داخل مواد گوشتیمون آب نندازن، بهتره که اونها رو نشوریم و به همین راحتی پوستش رو جدا کنیم و بعد قارچها رو اسلایس نازک کنیم و به مواد گوشتیمون اضافه کنیم. و برای اینکه قارچها خوش رنگ بمونن، چند قطره آب لیمو هم به اونها اضافه میکنیم. بعد از اینکه قارچها با گوشت مرینیت شدهمون تفت خوردن، پنیر پیتزا رو بهش اضافه میکنیم. وقتی پنیر روی حرارت آب شد، ترکیب گوشتی فوق‌العاده خوشمزمون آماده است. یا ترکیب گوشتی رو توی این نون لقمه‌ای فوق‌العاده خوشمزه خمیر ترش همراه سس مورد علاقتون و کاهو و گوجه قرار میدین و خوشمزه ترین لقمه دنیا رو نوش جام میکنین. من برای لقمه های فوق‌العاده‌ام از سس ویژه مکدونالد استفاده کردم که قبلا آموزشش رو با هم داشتیم و کاهو و گوجه و پیاز کاراملیم رو به سس ویژه اضافه کردم و بعد مواد گوشتی رو روش اضافه کردم و اینطوری خوشمزه ترین ساندویچ سه سوته دنیا رو آماده کردم. امیدوارم که درستش کنید و در کنار عزیزانتون خوشمزه ترین و شادترین لحظات رو داشته باشید. سلامت و شاد باشید و همیشه در مسیر پیشرفت.